تو ویدیوی خودم برای اولین بار مخاطب خودم اومده؟ خدای من اصلا پشمام ریخته، باورم نمیشه. سلام و درود، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. من فشارم افتاده بود و برای تجدید قوا، برای اینکه میدونم قراره تو این ویدیو چه اتفاقی بیفته، یه خوره مزد خوردم جاتون خالی. تو این ویدیو شما اومدید به من یه سری رازهایتون رو بهم گفتید، پشم ریزون. بزرگترین رازتون رو قراره با هم تو این ویدیو ببینیم و از اونجایی که مطمئنم قراره فشارم بیفته، اون تتمه موزر گذاشتم اونجا که وسط ویدیو بخورم. قبل از یه بری سراغ ویدیو، بچه ها 150K مبارک باشه با ما بنازم. 150,000 نفر خانوادمون شده، دمتون گرم. چیزی تا اون 200K نمونده. عاشق تک تکتونم. یادتون نره ویدیو رو لایک بکنید، خیلی بهم انرژی میده، خیلی بهم کمک میکنه. اون دکمه سابسکرایب هم بزنید و هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب بهت خبر بده که نیما تکیدو ویدیو گذاشته و بیای ببینید. بریم سراغ رازهای سم و مرید شما. ساقی هستم، پودر گل ریختم تو دیس مهمونامون، مهمونای تالارمون، باید میدیدی. بزرگ فامیل با میل پروژکتور بارفیکس میرم. پشام، من اصلا تصورم یه دقیقه اینی که مثلا با بزرگ من بیاد بارفیکس بره، مثلا داره هد میزنه اینجوری بارفیکس. پشمام. زمانی هم که خواستم اینو ویدیو رو بگیرم بهتون گفتم که اسمتونو لو نمیدم، خیالتون راحت باشه. مرسی که اینقدر بهم اعتماد میکنین و اینقدر راحت شغل شریفتونو میگین، دمتون گرم. مرسی از اعتماد، عالی. زنم نمیدونه با منشیام رابطه دارم. حضرت عباسی اسممو نخون، زنم پیج تو داره. داداش خب چه کاریه، چرا اومدی کوشن باکس رو پر کردی؟ زندگیت به این مو بنده، یعنی خب اگه من 1% خربازی در بیارم و اتتو بخونم. حاجی اصلا اینو ولش کن، زنت نمیدونه با منشیات رابطه داری؟ شیطونه میگه اسم اینو بخونم. جناب آقای الان بنده خدا داره ویدیو رو میبینه. نکیا ببین خیلی لجنی. ببین خیلی لجنی. اینقدر لجنی، چه خبره؟ چند تا منشیده؟ من ازتو خواهش میکنم دختره عزیز حواستون باشه، ببینید با مرد منشیدار ازدواج نکنید، این خیلی مهمه. درسته شاید هست که منشیدار قطعا یه دفتری، یه آدم موفقی و کول و فلان و اینا، ولی لاشیه. مگه حرم سرا داری با منشیات؟ با دختر خاله شروع شد دوباره عمم و فلان جه. با دختر خاله هم قبل عروسیش روبوسی کردیم و 2 ماه پیش بچهش به دنیا اومد. نمیدونم بچه منه یا نه. نه این اصلا فرق میکنه با پوزیشن باکس های دیگه. دختر خاله تو قبل عروسیش گرفتید؟ آره. خب چرا، مگه دختر خالت نمیخواد عروسی کنه؟ بچه با هم نیتتون از ازدواج چیه؟ یعنی بهتون گفتن ازدواج میکنید بعد چی میشه؟ خیلی دوست دارم بدونم، یعنی یه سری اینایی که این حرکت ها انجام میدن، یعنی هدفشون از ازدواج چیه؟ مثلا قبل عروسی رفته داستان کرده، بعد رفته ازدواج کرده، چی تو فکرتون میگذره؟ بعد الان خب چه گوهی میخوای بخوری الان؟ الان چه گوهی میخوای بخوری؟ نمیدونی اون بچه مال توه یا نه؟ اینه فیلم های ترکیه، بزرگ میشی زن میگیری، بچه دارم میشی، بعد یه بچهت میفهمه یه داداش ناتنی داره، یا مثلا یه خواهر ناتنی داره، بعد یه این دوتا هم عاشق هم میشن، بعد تو بهش میگی که ببین اون خواهرته، نمیتونی باشه ازدواج کن. سه بار گربه؟ نه بابا. ببین یه پیشنهاد دارم، اونایی که خیلی حادن کافور شیاف میکنن، خب تو دیگه به نظرم ببر بنده جلو گربه. فقط من میدونم دوست دختر داداشم حامله شده بود و داداشم گردن نمیگرفت و الانم معلوم نیست دختره کوش. من ریدم پس کله داداشت، من دوبار ریدم پس کله داداشت. چی کار دارین میکنین با زندگیتون؟ دختره عزیز تو رو خدا حواستون ببینید، جمع بکنید، به پسرهایی با پسرهایی باشید که خیلی پاک و معصومن، خیلی گردنگیرشون خوبه. بیاین تو کامنت ها دایرکت بدین به من.
با یه شیر کاکائو خر شدم و با دوست پسرم خوابیدم. چقدر دخترامه. من فکر میکنم پس رابطه سخته. واقعا من خیلی جدی گرفتم داستانو. خیلی یارو یا گنگه یا این دختره خیلی دختر خوبیه. با یه شیر کاکائو؟ بیا من دو تا شیر کاکائو بهت میدم. چرا این جور آدم ها گیر ما نمیرفتن؟ من شیمیلم حاجی. این اولین کوئسشن باکسیه که همچین اتفاق یه موقع بریم بخونیم بریم. من شیمیلم و کسی نمیدونه، ولی فکر کنم قطعا مامان و بابام بدونه. قطعا میدونن دیگه. دوستانی که نمیدونن نل چیه من نمیدونم بگم، کسی که میدونن تو کامنت ها بگن، اونا که نمیدونن بیان بخونن. ببین قطعا مامان بابات میدونن چون بچه بودی لخت رو دیدن. ولی تا الان که 22 سالمه بیرون نیاوردن. پشمام ها چی باید چیکار کنن؟ چیکار باید بکنی؟ تا حالا تو ایران نشنیده بودم و الان تو این ویدیو پشمام ریخته. تو ویدیو خودم برای اولین بار مخاطب خودم اومده. پشمام دمت گرم اومدی اینو گفتی. ایول من یه فاشم یعنی شغلمه. چه شغل شریفی داری؟ ولی خانواده نمیدونم. 10 تا رازه. تو هر روز که میری سر شغلت یه رازه. انشالله که تو شغلت همینجوری موفق باشی و پلهای ترقی رو همینجوری. چرت و پرت میگینی ما، برو بعدی بخون. با همه داییام خوابیدم. الان من در دست بزنیم چون دوستشون زم. چون دوستشون داری اشتباه به عرضت رسوندن. هر کیو که دوست داری که نباید ب... من الان به پیام میدم یه کلاس توجیهی با هم بزنیم. واقعا باید اسمتو یقه پروفایل تو. پروفایل خوبی هم داری عزیزم. به قرآن همین الان که دارم کوئسشن باکس رو می نویسم دارم میرم سر قرار با مامان دوستم. کلامون رو بندازیم بالا. بچه ها ببینید، پس علاوه بر این که حواستون به شوهرهای منشیدار باشه و حواستون به اون شیر کاکائو نفسانه باشه و حواستون بازم به اون دوست داشتنه باشه، هر دوست داشتنی دوست داشتنی، حواستون به رفیقای لاشیتون هم باشه. کفیوز بچه های خنده عصبی ها، این خنده عصبیه. بازی خیلی سمین. یه چیزایی هستید که من ندیدم، فقط دارم با شماها تجربهش میکنم. اینم بالاخره یه جورشه دیگه. تو سن 14-15 سالگی به خاطر کنجکاوی که داخل داستان چیه، بله، پردای خونهشو زده. به چخ رفتم نیما. ببین نه مال خودت بوده، دوست داشتی کنجکاو بودی، به هر حال دوست داشتی ببینی توش چیه دیگه. توش بود توش چی بود حالا به مام میگفتی؟ مام نمیدونیم توش چیه. نه اصلا این که به فنا رفتی و فلان و اینا، اصلا اینجوری مال خودت بوده، دوست داشتی هر کاری با خودت دوست داشتی کردی. نه حتما من باید شوهر کنم. نه مال خودت هست، بدن خودته. اوکی مرسی. یه بار توی طویله پسر خالمو دیدم اسبش رو داشت. داشت چی؟ خب بگین، من الان مغزم به فاک میره. کسی که طویله داره خب میتونه یه جایی رو جور کنه که یکی رو ببره که باش همون کاری که داره با اسب میکنه رو با اون بکنه. یعنی خوشم میاد به اسبم رحم نمیکنی، فقط سوراخ فکرم نمیکنی. دقیقا در طویله که اینجوری واره میشه با لگت وا کرد، در طویله رو وا کردی دیدی. خدا من تا چند لحظه دیگه فشارم میفته و اون موضوع باید بکنم. تو داشتم میزنم، اوکی داشتم میزنم، وقتی داشتم این شدم مامانم در باز که و نمیتونستم خودم رو کنترل کنم و فقط میلرزیدم. میلرزیدی؟ دختره پشمام. خوب مامانم تا آخر نگاه میکرد. فکرم اینه که تو داری میلرزی، بعد مامانت همینجوری تا آخر وایساده، مثلا 10-20 ثانیه وایساده داری نگات میکنه، تو هم اصلا نمیتونی خودت کنترل کنی. این خیلی بده. چجوری تو چشش دیگه نگاه کردی؟ بعد تو چرا در رو قفل میکنی؟ من نمیفهمم. این عالی بود. به هم تجاوز شد و شکایت کردیم و دهنشون سرویس. دهنشون؟ چند نفر بودن؟ خواهرم خوبی؟ دهنشون سرویس شد. خب ایول دمتون گرم، ولی واقعا خیلی حال داد. نیما منو بگو الان میخواستم به خاطر جمله عاطفی بگم بدبخت. منو نیار، اصلا انتظار آخرش نداشت.
با دوست پسر مامانم رفتم تو رابطه، خب بعد بابام فهمید میخواست به نامزدم بگه منم، چون دوست دخترشو میدونستم دهنشو بست. چه خانواده داری کی داری؟ مامانت با باباته، بعد مامانت دوست پسر داره، بعد تو رفتی با دوست پسر مامانت ریختی رو هم ایجاست هیچ، بعد بابات یهو فهمیده که تو با دوست پسر مامانت، مثلا من اینجوری میگم، میگم نه این دوست پسر مامانت فقط مال مامانته، مثلا بابات فهمیده خواسته به نامزد تو نامزد داری، بابات هم چون دوست دختر داره تو میدونستی آتو داشتی ازش، هیچ نگفت. یعنی همه تون دور هم یه مش سم جمع شدین، همه تون از هم میدونید چه اتفاقی، مثلا کی داره به کی داستان میکنه، امشب کی با کی بوده، ولی هیچ کی هیچی نمیگه. واقعا چه زندگی کثیفیه. پشمام با دوستم شرط بستیم که دوست دخترش خیلی قابل اعتماده یا نه. هفته بعدش عکسمون رو رو تخت براش فرستادم و بردم. حاجی دیگه رفیق به رفیق وفا نمی کنه اصلا، what the fuck. دختره چقدر سست بوده تو یه هفته تو کار تموم شرطم گرفتی، یعنی الان رفیقت به فاک رفته، باید این بطری رو فقط بکنه تو پسره، دیگه پسر نمیشه. دوست دخترش رو از دست داد، هم فهمید رفیقش چقدر لاشیه، هم شرط و با یه تیر سنشون زدی من ریدم پس کلت، دیگه واقعا رفاقت ها گو میده. من ساقیم، چقدر ساقی داریم ما تو پیشم، چه خبره؟ خدا رو دیگه لحاظ این داستانه چیزی کم نمیارم، زری با یه زنگ خوی داشتم. من ساقی موادم و جاسازم توشک مامان بابامه. واقعا مرسی که اینقدر اعتماد دارین بهم بچه ها، واقعا دمتون گرم. ببین یه جایی قایم کردی به عقل جنم نمیرسه. بعد از ساقی عزیز الان مزنه چنده؟ یعنی الان ما بخواییم گرمیه کیلویی چجوریه؟ شما که دیگه اینقدر اعتماد دارین تو کامنت ها قیمت به ما بدین و یه استفاده هم بکنین. بعد ساقی اینا نداریم ما. شما ها پشت کامپیوتر دارین من رو منحرف میکنین. بعضی وقتا که دوستم با ریلش قهر میکنه، من میرم به جای دوستم باهاش میخوابم. وایسا فکر کنم دختری دیگه، نه انشالله که دختر، ای پسر باشی واقعا اوکازیون، نه دختری لاشی، دختره بنده خدا داره قهر میکنه که با هم بعدن درست کنن هم نگه رو، بعد تو میری باش میخواب. پسره چه حالی میکنه؟ پسره هر موقع خسته بشه سریع قهر میکنه، زنگ میزنه میگه به من قهر کردم ها، اونم میگه باش میام میخوابم پیش. خب الان منم میخوام، الان چرا برای من جور نمیشه؟ الان همه پسرها که دارن داستان میکنن، دخترها که همشون دارن اوکی ان با یه شیر کاکائو داستانو درست میکنن، این که با رفیقش قهر کرده میره بغلش، چه رمزی میزنین؟ دعانویس دارین پسرها؟ چیکار میکنین؟ بچه‌مون نمیدونه که پدر مادر واقعیش نیستیم. هولی شیت، این خیلی دارک بود. مرسی که واقعا اعتماد میکنید و بهمون میگی. ما سنای بزرگسالم تو پیجمون داریم، کوچیک بزرگ همه جوره داریم، ما خانوادهمون همه اقشار همه جاهای ایران و همه سنین وجود دارن. دمتون گرم. طلای مامانمو فروختم، خرید یه زنیکه کردم، بعد هنوز که هنوزه دارن میگردن پیداش کنن. این تو چیه؟ خود مامانت این کارو نمیکنه، نمیره طلاشو بفروشه بره خرج خودش کنه. اینقدر چیز دارین، جرأت دارین، یه جرأت راست و جرأت چپ. واسه اینکه مطمئن بشم سرماخوردگی منتقل میشه یا نه، توی همه بطری‌های آب و نوشیدنی و حتی غذا یکم تف کردم. کسی هم مریض نشد. اگه مریض میشد که یه خاندان رو به فاک داده بودی. حاجی علم پزشکی رو بردی زیر سوال. با یه پسر دوست شدم، بهش گفتم قبل از تو دوست پسر نداشتم، قرار شد با رفیقش بیاد پیشم، منم با دوستم اومدم دیدم رفیقش اکسمه. ببین ریدی. پس به این نتیجه هم میرسیم که بچه ها ببینیم میخواید تو رابطه برین، طرف گو میخوره میگه که من توی رابطه نبودم و این اولین بارمه، اولین بارشه. مامانم دوست پسر داشت. چه خبر بچه ها، ماماناتون چه فعالن. مامانم دوست پسر داشت، بعد طی یک سری عملیات و هماهنگی با دوستش بابا مو خیانتکار نشون داد و طلاق گرفت. مامانا چه لاشی شدن؟ بهش زیر پای مادران مگه نبود؟ چرا داستان داره عوض میشه؟ مامانا همه شون دارم جهنمی میشن.
رازم اینه که مامانم دوباره مامانم آدم درستی نیست، ولی دوست ندارم کسی متوجه بشه، چون منم اونجوری میبینن رو دلم خیلی سنگینی میکنه. نه نه نه، کاری که مامان یا بابات میکنن هیچ ربطی به تو نداره، تو کاملا متمایزی از اونا. اوکی به حرفم گوش بده، تو اصلا یکی دیگه ای، اون یکی دیگه است. همونطور که مامان خوب داریم و پسر شر و شیطون یا دختر شر و شیطونه و داستان زیاد داره، برعکسش هم هست. خودتو اذیت نکن دختر، خیلی تنهام. آخه ازت بغضم ترکید، بیا بغلم، بیا بغلم، الهی بمیرم برات. این منی دیگه، منم تنها. آدم کشتم و هیچ کس نمیدونه. یه لحظه. نیرو نیرو مرکز، نیرو نیرو مرکز، یه آیدی هست خودش اعتراف کرده که زده آدم رو نفله کرده، حتما رسیدگی بکنید. آیدی که براتون ارسال کردم حتما در اسرع وقت رسیدگی بکنید. مرسی از اعتمادتون بچه ها. من و داییم با هم پارتنریم. دایی چرا قلاشی شده؟ اوکی آقا من سنم کمه، ولی داییم چرا قلاشی شده؟ به هر حال دیگه فتیش دایی دارین دیگه، خدا لعنتتون کنه. 16 میلیون از کارت بابام دزدیدم، فقط برای بازی خرج کردم. دقیقه ویدیو رو بذارین بهم بگین با 16 میلیون توی چه بازی خرج میکنین؟ اصلا تو بازی چی میخرن؟ خانواده ما مثل فیلمای ترکیه، یعنی انگار همه با هم رابطه دارن، که یکی جون زن عموم و بابامه و من اینو میدونم، ولی نمیدونم چی کار کنم. شل کن، شل کن و به نظرم به مامانت بگو. کلاس دوم بودیم با رفیقام سه نفر، شاشیدیم توی بطری و فکر میکردیم شفابخش. من 14 ساله به درخواست دختر خالم رو، خود دختر خالت اومده به درخواست اون، یعنی تو اینجوری بودی که سیگماتوری که مثلا نه من که نمیخوام، حالا چون اصرار میکنی مثلا کشیدی پایین بعد مگه داری میوه تعارف میکنه به منم تو خانوادتون راه میدین ناموسن، یه دور بیام بزنم ببینم چجوریه این همچین حسوالی. خیلی من زندگی رو جدی گرفتم. با رل دوستم رل هستم، ولی دوستم نمیدونه رفیق صمیمی من هست. چرا این کارو میکنین؟ مگه یکی دیگه چشه؟ یا مثلا الان رل دوستت وقتی به دوتاتون با دوتاتون ها، خب چرا یک کدومتون انتخاب نمیکنه؟ من نمیفهمم. قار مادر تنب و طلبی رو آوردین جلو چشاش. من موز بخورم. موز بشراش ریخت دیگه. من یه واقعا موز فشار رو میاره بالا، میاره پایین، میاره بالا، کلن موز کارش بالا پایین. خفش موز تو بخور دیگه. من وقتی کوچیک بودم با دختر دایی، ماشاءالله دختر دایی، دختر خاله، دختر عمه، دختر همسایه، همه دخترها رو ماشاءالله هم به سرامون، با دختر دایی و دختر او، دختر دایی و دختر خالم کردم. آیدیمو نخون بی زحمت. نداداش چه زحمتی میخوای بخونم؟ تعارف میکنی؟ یه شب دوست پسرم از پشت. اوکی چقدر دخترامون با من راحت هر الهی دورتون بگردم. واقعا فرداش باهاش کات کردم چون باهاش حال نکردم، ضعیف بود. قوی دوست داری ها؟ قوی دوست داری یعنی یارو بگیر خانم آیر پسرهایی که توانایی اینو دارن که این خانومو تو کامنت ها اعلام حضور بکنن، خانم بیان از تو کامنت ها پیدا بکنن که کدومو دوست دارن. خدای من اصلا پشمام ریخته، باورم نمیشه. با ژیلت ابرو پیوندی داداشم رو زدم، الان وسط ابروش از خود ابروش بلندتره. اینجا رو اینقدر ابرو نداره، فقط یه تیکه ابرو داره، وسط ابروش از این براش بزرگتره. ببین یعنی من بودم سر به تن نمیذاشتم، من خیلی حساسم رو اینجور چیزا. اینقدر ابرو زدی. چند سال با برادرم داستان داشتم، بعد با پسر داییام داییات، خب بعد با دایی ماشاءالله کل فامیل رو تغذیه میکنی. نه نمیدونم ادامش قراره چی بشه. چی ادامش؟ که تو دیگه جر میخوری دیگه، فقط میمونه بابات و عموات. تواناییه که تو داری و هیچی نداره. خیلی کار درسته. تو ماشین بابام گازوئیل ریختم، موتور ترکید. همیشه تو ذهنم این بود که آقا تو ماشینی که بنزین سوزه گازوئیل بریزی چی میشه. خواستم تست بکنم، گفتم نهایتش اینه که آقا باکو عوض میکنیم دیگه، یعنی باکو یه شستشو میدیم. خدا رو شکر امتحان نکردم.
دیشب با خواهره دوستم آره. پس باز به این نتیجه میرسیم که بچه ها کسایی که خوابجی خواهر دارن و کسایی که مادر دارن و کلا خانواده دارن خیلی مواظب باشید. خودتون رو صفه چسبین، مالتون رو صفه چسبین، همسایه رو دزد نکن. من عاشق دختر زن بابام شدم. ببین الان همه دارن با هم حال میکنن، تو هم عاشق شی برو و یه شیر کاکائو بذار رو میز بگو لخ شو. سناریویی که تو مغزم میزدم عالیه اصلا. تو دریا بودیم ترکیه، همونجا تو آب. چجوری؟ پسری یا دختری؟ دختری! این از من به شما داشته باشین که پسر نمیتونه تو آب این کارا بکنه. دختر نمیدونم. با دختر خالم، تو خونه خالم، وقتی که خالم و شوهر خالم تو اتاقشون خواب بودن انجام دادیم. باریکلا. خالت و شوهر خالت شما رو تنها میذارن؟ شک نمیکنن که صدا میاد. نمیدونم. اصلا نمیفهمم. بقیشن این ویدیو درس عبرت رسمن. خاله های عزیز که دارن ویدیو رو میبینن مراقبه بچه هاتون باشین. ببینین بچه ها، یا منم بازی یا لوتون میدم. خبرنامه نویسم، ربات میسازم، پسورد تک میکنم، عکس خاک بر سری استوری میکنم و اسممو نخوش. تو با این گوهایی که میخوری حداقل 10 سال حبس داری. حداقل من اسم تو بخونم که الو. توی یه بازی آنلاین به دخترها سکه میدم، دود بفرستن و پاسخگو هم بوده. تو چه بازی؟ چقدر گیم باحاله؟ کسایی که دوست دارن منم گیم بزنم بیان تو کامنت ها بگن ما هم گیم رو شروع بکنیم. جان هرکی دوست داری این کسی که اومده گوشه یا کسی که میدونه اسم بازی رو به من بگه. دختر عموم تو سن 10 سالگی؟ داداش تو 10 سالگی هنو معلوم نیم مردی یا زنی؟ شما خیلی لجندین قشنگ. بچه که بودم یه بار خوابم نبرد، رفتم اتاق مامان و بابام و موقع کار دیدمشون، اونا هم گفتن دارن بازی میکنن، منم باور کردم. آخ 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 این بازی ها میکنی؟ نه دیگه، اون بازی گیم بود، بالاخره اینم بازیه دیگه. راست هم گفته، بالاخره مامان بابات هم دروغ نگفتن، داشتن بازی میکردن. رفته بودیم مهمونی، بعد دستشویشون نمیدونست کجاست، بعد رفتم تو اتاق دخترشون، تو بالکنشون ریدم. این دستتو نمیتونی ببری بالا سوال بپرسی؟ دختره در رو با کردی ده اتاق خواب دیگه، همینجا مثلا برین این بره. چجوری خودتو شستی اصلا؟ احتمال 90% حاملم. حداقل این کارا رو میکنید، خب از وسایل استفاده کنید. ببین الان این اختراع شده که شماها راحت باشین دیگه، اینقدام دنیا به یه ورتون نباشه، تو ندین به یه ور. این راز راجع به دو تا بچهای مدرسه‌مون هستش. دو تا دخترای مدرسه هستن، شوهر دارن. نه بابا، مدرسه شوهر میگه. و من یه رو سر کلاس اومدم برم، در حال لب گرفتن دیدم اون دو تا دخترا هم دیگه رو. الان حس میکنم من دارم به شوهر اون دو تا خیانت میکنم که نمیگم. اون دوتا شوهر دارن ولی تو مدرسه با هم باز حالا این اوکیه، این میپذیریم اونو. دخترم اوکی، بچه که بودم با رفیقم میرفتیم خونه پسر همسایه‌مون به عنوان خاله بازی، ولی کار به جای باری کشیده میشد. عجیب نیست واقعا. ببین ما هم تو همسایه‌مون بچه بودیم دختر زیاد بودن. من به شخصه تو نسلی که به دنیا آمدم اون یه سال دقیقا این سال سوخته است. هیچ گوی نمیخوریم، نمیکنیم، نمیدیم هیچ. از دختر دوست بابام لب گرفت. یه لحظه من چرا نسبت دوست بابام اوکی، دختر دوست بابام لب گرفتم و مالیدمش. اسم دختر هم اولاقی، اسم دختر هم میگی؟ گرفتی لب، گرفتی مالش، گرفتی سایش، بعد اسمش هم میگی؟ ایتون خواهش میکنم اسمش سانسور کن، میخوای اسم تو رو بگم؟ نه اسم تو رو هم نمیگم. پوفیوز. و این بود از ویدیو سم میشه با شما گرفتیم. من باز هم باید یه هفته برم توی ریکاوری. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. بچه ها خیلی مواظب باشین، تو رو قرآن نکنید این کار رو، حداقل به ما برسه تو رو قرآن. خیلی دوستتون دارم، بازم 150K رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم تا ویدیو بعدی همینجوری شاد و پر انرژی و خفن بمونیم. کارگردانه ترکی نیفت جان مادره. من واقعا میوه مورد علاقه موزه. بچگی مثلا همیشه اپچیگی موضوع ساشتم. خب از پشت چه سه داری؟
من عاشق دختر زن بابام شدم. من چقدر سخت این نسبت ها رو میفهمم. خدا لعنتتون کنه. یعنی یه پسر اسکلی مثل من بخواد بره ازدواجم بکنه، بازم نمیتونه اعتماد کنه. یعنی من اینا رو میخونم واقعا نمیتونم دیگه.